منطقه خودمختار مسلمان نشین بنگ سامارو در میندانائو جنوبی در فیلیپین برای نخستین بار در تاریخ خود به سوی برگزاری انتخابات دموکراتیک گام برمی‌دارد. این انتخابات که قرار است در ماه می 2025 برگزار شود، فرصتی مهم برای ارزیابی روند صلح در این منطقه به شمار می‌آید. با توجه به وضعیت کنونی و چالش‌های پیش رو، این انتخابات می‌تواند نشان دهنده تمایل مردم به حفظ صلح و مشارکت فعال در زندگی سیاسی باشد. همکارم در گزارش خود این موضوع را مورد واکاوی قرار داده که با هم می‌بینیم. منطقه خودمختار مسلمان نشین بنگ سامورو در میندانائو جنوبی در فیلیپین به زودی برای برگزاری نخستین انتخابات دموکراتیک خود آماده می‌شود. این انتخابات قرار است در ماه می 2025 برگزار شود و به عنوان یک آزمون مهم برای روند صلح پایدار در این منطقه به شمار می آید. حسین اوروج، نماینده ترکیه در تیم نظارت سه‌جانبه بنگ سامورو، تأکید کرد که این انتخابات می تواند تأثیر قابل توجهی بر روند صلح و امنیت در منطقه داشته باشد. وی اشاره کرد که در صورت برگزاری انتخابات در محیطی امن، جبهه آزادی بخش اسلامی مورو می تواند اکثریت آرا را به دست آورد و به حکومت خود ادامه دهد. حسین اوروج همچنین بر ضرورت ایجاد عفو عمومی برای تسهیل روند صلح تاکید کرد و افزود که تشکیل کمیسیون عفو عمومی در ژانویه به تصویب رئیس جمهور فیلیپین صورت گرفته است. او تصریح کرد که مشکلاتی در راستای خلع سلاح 40,000 عضو جبهه آزادی بخش اسلامی مورو و ادغام مجدد آنها در جامعه وجود دارد. این انتخابات فرصتی برای نشان دادن اراده مردم برای حفظ صلح و همکاری با نهادهای دولتی خواهد بود. با این حال چالش‌هایی از جمله تأخیر در ادغام نیروهای پلیس و وجود اسامی برخی از اعضای جبهه آزادی بخش اسلامی مورو در فهرست افراد تحت تعقیب می‌تواند بر روند انتخابات تأثیر بگذارد. تحلیلگران امیدوارند مردم این منطقه با انتخاب نمایندگانی شایسته گام‌های مؤثری در راستای صلح و توسعه این سرزمین بردارند.